هزار و یک شب. چون شب 293 برآمد، گفت ای ملک جوان. خلیفه با وزیر گفت که جوان به نزد من آ. جعفر فرمان پذیرفت و به نزد آن جوان رفته به او گفت پذیرای فرمان خلیفه شو. پس آن جوان با جعفر به نزد خلیفه در آمد، زمین آستانه بوسیده سلام داد و به دوام عزت و دولت خلیفه دعا کرد و این دو بیت برخواند: مر جاه تو را بلندی از جوزا باد، بدخواه تو را سیاست از دریا باد، رای تو زروشنی فلک پیما باد، خورشید سعادت تو در بالا باد. خلیفه تبسم کرده جواب سلام باز گفت و به چشم عنایت بدون نظر کرد و در نزدیکی خود بنشانید و به او گفت ای محمد ابن علی، میخواهم آنچه را که امشب روی داده حدیث کنی که بسی عجیب و غریب بود. پس جوان گفت العف ایها الخلیفه، دستارچه زینهار به من عطا فرما که دلم آرام بگیرد و بیم من برود. خلیفه فرمود تو در امان من هستی، از هیچ چیز باک مدار. پس آن جوان شروع به حدیث کرده سرگذشت از آغاز تا انجام بیان کرد. خلیفه دانست که آن جوان عاشق است و از معشوق دور افتاده، به او گفت میخواهی که آن دختر به تو باز پس دهم؟ جوان گفت اگر خلیفه چون این کار کند از جمله فضل و احسان او خواهد بود. پس این دو بیت برخواند: ای موالی تو گنج طرب و کان نشاط، دل خصمان تو مشغول همیشه به مهن، نه امیریست ز دست تو عطا ناستده، نه سپاهیست ز شمشیر تو نادیده شکن. پس در آن هنگام خلیفه روی به وزیر کرده فرمود ای جعفر، خواهر خود سید دنیا را حاضر آور. جعفر در حال خواهر خود را حاضر آورد. چون سید دنیا در پیشگاه خلیفه حاضر شد، خلیفه به او گفت ای دنیا، آیا این جوان را می شناسی؟ سید دنیا گفت ایها الخلیفه، زنان مردان را از کجا شناسند؟ خلیفه تبسم کرده به او گفت ای دنیا، این شوی تو محمد ابن علی گوهر فروش است و ما حکایت را از آغاز تا انجام شنیده ایم و از درون و بیرون کار آگاه گشته ایم. کارها هرچند که پوشیده باشد در آخر آشکار شود. سید دنیا گفت ایوه الخلیفه، حکم تقدیر چنین بوده است و من از این ماجرا توبه کردم و از فضل تو امید بخشایش دارم که از من درگذری. خلیفه هارون الرشید بخندید و قاضی و شهود طلبیده عقد سیده را به محمد ابن علی تجدید کردند و نیکبختی از برای ایشان روی داد و هارون الرشید محمد را از ندیمان خود گزید و
در عیش و نشاط و فرح و سرور برقرار بودند تا لشکر مرگ به ایشان بتاخت و ایشان را پراکنده ساخت. حکایت انبان علی عجمی و نیز از جمله حکایت ها که از هارون الرشید عباسی حدیث کرده اند این است که شبی از شبها خلیفه هارون الرشید را بیخوابی به سر افتاد. وزیر خود را بخواست. چون وزیر حاضر آمد خلیفه به او گفت ای جعفر، امشب مرا بیخوابی و تنگ دلی فرو گرفته، از تو چیزی میخواهم که او دل مرا بگشاید و خاطر من شاد بدارد. جعفر گفت ایها الخلیفه، مرا صدیقی است علی عجمی نام دارد و در نزد او از حکایت و اخبار طربانگیز و نشاطانگیز چندان هست که اندوه ببرد و خاطر فرحناک کند. خلیفه فرمود او را پیش من آورید. وزیر بیرون آمده علی عجمی را بطلبید. چون علی حاضر آمد وزیر گفت پذیرای فرمان خلیفه باش. علی عجمی گفت سمعا و طاعتا. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو برد. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.